سلام، من مریم عرفان هستم. به تماشا خوش اومدین. در برنامه این هفته اینجا در رویال آکادمی سری میزنیم به نمایشگاه اکسپرسیونیسم انتزاعی و کارهایی رو میبینیم که باعث شدن هنر آمریکا در سطح بین‌المللی مطرح بشه. مهرداد نراقی عکاس ایرانی درباره کاراش و علاقش به گرفتن عکسای تیر و تار صحبت میکنه. و من گپی میزنم با آرشید آذرین، پیانیست جاز، درباره بداهه نوازی و شکل تلفیق موسیقی جاز و موسیقی ایرانی. خیلی از ماها عبارت اکسپرسیونیسم انتزاعی رو نشدیم، هرچند نمونه کاراشو حتما دیدیم. بس که تو این سالا رو جلد کتاب و مجله و پوستر و کاسه و کوزه نمونهشو چاپ کردن. در مورد اکسپرسیونیسم انتزاعی هرچی نشه گفت، یه چیز میشه گفت، اونم اینه که همه چیزش اغراق‌آمیزه. از ابعاد کارا گرفته تا رنگ کارا و حتی شکل کار کردن آرتیستاش. من اینجا به رویال آکادمی اومدم، جایی که یک نمایشگاه مفصل از آثار اکسپرسیونیستای انتزاعی برپاست. اومدم ببینم این هنر چطور متولد شده و پا به عرصه گذاشته. سال 1944 میلادی، یه هنرمند جوان آمریکایی ناراضی از اینکه بهترین نقاشی‌های مهم قرن گذشته در اروپا خلق شده گفت: نقاشی‌های آمریکایی از ابتدا تا به حال هدف از نقاشی مدرن رو اساساً نفهمیدن. اسم این جوان جکسون پولاک بود و همراه گروهی که اکسپرسیونیست‌های انتزاعی نام گرفتند، تونست هنر آمریکایی رو به قلب خط مقدم هنر بین‌المللی بکشونه. اکثر کارا اینجا ابعاد قولاسایی دارن و آدم جلوشون که وامیسته احساس کوچیک بودن میکنه و در این حال همینطور رنگی که چشم آدم رو پر میکنه و کاملا حس میکنی که چطور این کارا بیننده رو تحت تاثیر قرار میده و در دوره خودش باعث شده که نام هنر آمریکا در عرصه بین‌المللی مطرح بشه. بعد از جنگ جهانی دوم، پاریس که مدت‌ها پایتخت هنری جهان غرب بود، جاش رو به نیویورک واگذار کرد. دلیلش صدمه سنگینی بود که اروپا در طول جنگ متحمل شده بود. از طرف دیگه، امریکا در دهه‌های 1940 و 50 میلادی شرایط اقتصادی بهتری از اروپا داشت. هنر و هنرمندها هم معمولاً به سمت جایی که پول هست کشیده میشن. این مجموعه باعث شد که در این دوران گالری‌ها و مؤسسات هنری بزرگ امریکا را به عنوان قطب مدرنیسم دنیا معرفی کنند. سوال اصلی اینه که چی شد امریکا از حاشیه به متن جهان هنر اومد و نیویورک به مرکز هنر مدرن دنیا بدل شد؟ سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی اواخر دهه 1940 متولد شد. اما هنرمندای این جنبش کارشون رو از یه دهه قبل شروع کرده بودن. در دوران رکود بزرگ، دورانی که طی اون فقر و بیکاری گریبانگیر میلیون‌ها نفر از شهروندای آمریکایی بود. دولت روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا برای اشتغالزایی برنامه‌های تدارک دید که مشاغل هنری رو هم در بر می‌گرفت. برنامه هنری دولت مرکزی سفارش دهنده پروژه‌های هنری در فضاهای عمومی بود که ابعاد عظیم داشتند. نقاشی دیواری تعدادی از ساختمان‌های دولتی از جمله دفاتر پستی یکی از این برنامه‌ها بود. اینجور برنامه‌ها برای هنرمندها هم مثل هر نیروی کار دیگه اشتغال ایجاد می‌کرد. در این حال یکی از اهداف این طرح این بود که آثار هنری در جاهای غیر گالری‌ها به نمایش گذاشته شوند. این باعث می‌شد هنر که معمولاً پیام هم داشت با مخاطب گسترده‌تری ارتباط برقرار کند.
خیلی از هنرمندایی که در سالهای بعد به جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی پیوستن، کارشون رو با همین پروژه‌های دولتی شروع کردن. بعضی‌هاشون هم مثل پولاک، آثاری در تجلیل کارگران و تاریخ آمریکا خلق کردن. در این حال دوره نارامی‌های اجتماعی بود و خیلی از هنرمندا در این دوره عمیقاً سیاسی شدن. این تنش‌ها رو میشه در آثار اولیه مارک روتکو، هنرمندی که خودش رو آنارشیست می‌دونست، دید. روتکو در نقاشی‌های غریبش در اواخر دهه 30 میلادی از خود بیگانگی آدم‌ها در کلان شهرهای مدرن رو به تصویر می‌کشید. در دهه 30 میلادی روتکو تنها یکی از خیلی عظیم هنرمندایی بود که با نقاشی انتزاعی مخالف بودند و میگفتند نقاشی باید واقعیت رو بازنمایی کنه تا بتونه مسائل اجتماع رو با مردم در میون بذاره. هنر انتزاعی هنر نخبگان قلمداد میشد، هنری متعلق به فرهنگ بورژوایی اروپا که گفته میشد با توده مردم فاصله زیادی داره و نمیتونه با مردم عادی ارتباط برقرار کنه. از مدرنیسم، هنر مدرن و به خصوص هنر انتزاعی ترسی وجود داشت که یه جور ترس سیاسی بود، تا جایی که بعضی از سیاستمداران مثل جورج دوندرو علنا مخالف مدرنیسم اروپایی بودند و میگفتند این هنر غیر اخلاقیه و با ارزش‌های آمریکایی سازگاری نداره و باید ممنوع بشه. جالبه که در دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم، در دهه 50 و به خصوص دهه 60، همین اکسپرسیونیسم انتزاعی به جریان اصلی هنر در آمریکا بدل میشه. روتکو مثالیه که خیلی خوب این تحول رو نشون میده. کارهای روتکو در اواخر دهه 50 میلادی کاملا انتزاعی بودن و هیچ ارجاع مستقیمی به دل مشغولی‌های دنیوی نداشتن. اما این تغییر بنیادی چطور رخ داد؟ در اواخر دهه 30 میلادی جو سیاسی در آمریکا تغییر کرد. در این حال برای مقابله با حکومت‌های خودکامه، هنرمندا و منتقدای آوانگارد می‌گفتند وظیفه اصلی هنر دادن پیام سیاسی نیست، بلکه حفظ فضایی برای رشد آزادی، خلاقیت و فردیت. هنر انتزاعی که زمانی تجملی بورژوایی محسوب می‌شد، حالا به ابزاری برای حفاظت از آزادی‌های فرهنگی بدل شده بود. I was born in Cody, Wyoming, 39 years ago. My home is in Springs, East Hampton, Long Island. My painting is direct. I usually paint on the floor. I enjoy working on a large canvas. I feel more at home, more at ease in a big area. What impression did it make seeing Pollock paint? It was just fantastic. I mean, it was just incredible. His entire body would be involved in a rhythm that I haven't seen since. He worked on the floor. That meant his gesture was happening in the air before the paint landed. And whatever he could control and the way he did it was incredible. Incredible. He had gotten a rapport with his medium, which I was very fortunate to be able to see. One of the things that abstract expressionism is. یکی از نکات مهم اکسپرسیونیسم انتزاعی آزادی حسیشه. اگه به کلمه پرمعنی آزادی فکر کنیم، می‌بینیم که دلالت‌های سیاسی متعددی داره. خیلی مهم بود که در این جریان نیویورک تونست به مرکزی برای تجمع و شکوفایی هنرمندان مدرنیسم و نمایش آثارشون تبدیل بشه. در دوران جنگ سرد، هنر تبدیل شد به جبهه‌ای برای مبارزه فرهنگی. در این دوران هنر در جماهیر شوروی تحت نظارت نهادهای دولتی بود و هنرمندایی که می‌خواستن کار کنن مجبور بودن به موضوعهای مورد تایید دولت بپردازن.
همزمان در دوره جنگ سرد، CIA هم شروع کرد به حمایت مالی از نمایشگاه اکسپرسیونیسم انتزاعی در سر تا سر دنیا. هدفشون هم تبلیغ بود، میخواستن آمریکا رو مهد آزادی جلوه بدن، سرزمینی که در اون هنرمندا میتونن آزادانه به خلاقیت بپردازن. آثار عظیم، زمخت و خشن اکسپرسیونیسم انتزاعی تصویری مشخصاً مردونه رو به نمایش میذاره. خود هنرمندای این سبک هم بعدشون نمیومد خشن جلوه کنن. مثلا دیوید سمیت، یکی از مجسمه‌سازای این سبک که ظاهر کارگرای کارخونه رو داشت، در کار از تکنیک‌های صنعتی استفاده میکرد و مواد و مصالح کارش هم قطعات فلزی سنگین و ابزارآلات صنعتی بود. این فضای مردونه کار رو برای هنرمندای زن جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی سخت می‌کرد. There were female abstract expressionist artists. زن‌ها بخشی از این جنبش بودند. هنرمندهایی مثل هلن فرانکنتالر، لی کروزنر یا جون میچل که معمولاً به اندازه همتایان مردشان جدی گرفته نمی‌شدند. به عنوان مثال، خیلی وقتا از لی کروزنر به عنوان همسر پالاک نامی بردند، در حالی که خود کروزنر هنرمند قابلی بود. البته شاید بشه گفت که دهه 1950 کلن دوره خوبی برای هنرمندای زن نبود. عکسایی که از هنرمندای زن در مجله های اون دوران منتشر می شد، اونها رو ملیح و ظریف تصویر می کرد. این تصویر با تصویر هنرمندان مرد این جنبش تفاوت زیادی داره. به نظر من حتی الان هم در تاریخ اکسپرسیونیسم انتزاعی زنها حضور کمرنگ و حاشیه‌ای دارند، در حالی که کارشون فوق‌العاده است. اونها آثار انتزاعی ظریف و از نظر مفهومی پربار خلق کردند. اکسپرسیونیسم انتزاعی مهمترین جریان هنری بعد از جنگ جهانی دوم بود. به همین خاطر در دهه 1960 میلادی خیلی از هنرمندا در سراسر جهان تحولات دنیای هنر آمریکا رو معیاری برای سنجش و قیاس کار خودشون می‌دیدن. یه مثال خوبش اوشیو شینوهارا، هنرمند ژاپنیه که در دهه 1960 با دستکش بوکس آغشته به رنگ به بوم‌های عظیم حمله می‌کرد. او با مشتاش نقاشی میکرد و با این کار تونست تکنیک جدیدی به تکنیک‌های سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی اضافه کنه. شینوهارا مثل خیلی از هنرمندای هم نسلش مجذوب سرزندگی این هنر شد و به تدریج مثل خیلی از اکسپرسیونیست‌های انتزاعی به جایی رسید که روند خلق اثر براش اهمیتی بیش از اثر نهایی پیدا کرد. اکسپرسیونیسم انتزاعی آخرین جنبش مدرنیستی مهم در تاریخ نقاشیه. بعد از اون با رایج شدن هنر پست مدرن همه چیز در هم ریخت. از دید هنرمندان نسل‌های بعد، اکسپرسیونیسم انتزاعی و هنرمندانی مثل پالاک ابرقهرمانانی بودند که نسل جوان میبایست برای پیش رفتن به جنگشون میرفت و باهاشون رو در رو میشد. برای همین از دهه 60 به بعد خیلی از هنرمندها جریان اکسپرسیونیسم انتزاعی رو نفی کردند. هرچند که هنرمندانی مثل آلن کاپرو از مرگ پالاک ناراحت شدند، اما میدونستند که با مرگش بالاخره این فرصت رو دارن که از زیر سایش بیرون بیان و کار خودشون رو بکنن. مرگ جکسون پالاک برای هنرمندهای نسل بعد لحظه بسیار مهمی بود. لحظه‌ای که اونها رو مجبور کرد با میراث اکسپرسیونیسم انتزاعی و به خصوص پالاک رو در رو شد. این روزا در گالری ایجی تهران نمایشگاهی از عکس‌های مهرداد نراقی برپاست. برای خیلی از ماها عکاسی یعنی خلق تصاویر شفاف و روشن و روی کاغذ آوردن تصویری که چشممون قادر به دیدنشه. مهرداد نراقی اما عکاسی رو به شکل متفاوتی دنبال میکنه. تو عکساش به دنبال ثبت یه تصویر واضح نیست،
در اولین لحظه که عکساشو میبینیم معمولا تصویری تک رنگ و تیره که آدم خیلی باید دقت بکنه تا متوجه بشه عکاس چه صحنه‌ای رو ثبت کرده. خونه پدر من یه قسمتی بود که از تراسش کاملا تهران شهر دیده میشد و خب من چون هی میرفتم پیششون تو ساعت‌های مختلف روز شهر رو میدیدم که چجوری نور تغییر میکنه، رنگ توش تغییر میکنه و چون من خودم بیشتر دغدغم بحث بصری هست، خیلی واسه هم نقاشی گونه بود که مثلا توی ساعت‌های از روز ساختمون‌ها این لکه‌های رنگ میمونن وسط سطح خاکستری و این خاکستری چه رنگ‌های عجیب و جالبی میگیره به خودش. بعد به همون دلیل یهویی شروع کردم تهران رو از ارتفاعات شهر رو عکاسی کردن با غباری که همیشه روش هست، علاوه بر این که خب به هر حال من دغدغه این که یه فضایی تو شهرمون سنگینی میکنه رو همیشه داشتم. وقتی این غباره رو از دور میبینین کاملا از نظر بصری هم این احساس به آدم دست میده که یه همچین اتفاقی داره میفته. من یه روز رفته بودم واسه عکاسی، بعد دقیقا همون روزی شد که طوفان اومد شهر رو گرفت. اون ویدیو هم در واقع خیلی اتفاقی به وجود اومد و خب من چون اونجا آماده بودم واسه عکاسی، دیدم این بهترین چیزه که خودش داره حرکت هم توش هست و این حرکت رو نشون دادن خیلی جالبه، چون که خیلی به چیزی که تو ذهن من از این مجموعه بود میخورد که چرا یه چیزی اومده روی این شهر سنگینی داره میکنه. من چون خب به هر حال نقاشی خیلی علاقه دارم و دوست دارم به هر حال اون اتفاقاتی که تو نقاشی افتاده رو بعد اون تو عکسام داشته باشم. طبیعت خب یه قسمتی که تو نقاشی خیلی کار شده و خود واسه خود من یه چالش بود همیشه که چجوری میشه طبیعت که حالا فضای بیرونیه دائم با نور تغییر میکنه این طبیعت وحشی رو رامش کرد و آورد تو کادر. خب باز یه فرصتی دست دادم، یه جایی بودم که صبحای خیلی زود بیدار میشدم و کنارش طبیعت بود و من خب موقع دوربین دستم بود یه سری شاتای گرفتم و به نظرم اومد که خب بله با نور کم کردن حتی میشه جاهای خیلی این فضا رو چیز کرد. به هر حال یه نورایی تو اون مجموعه هست، البته متاسفانه تو مجموعه بعدی دیگه حتی اون نورم نیست، ولی اون نورا نشون میده که امیدی تو اون عکسا هست. اون چیزی هم که تو استیتمنتش نوشتم اینه که به هر حال ماها انتظار یه معجزه شاید داریم، شاید انتظار داریم یه اتفاق خیلی خوبی یهو بیفته، خیلی مشکلات حل شه، نمیدونم. مجموعه باغای ژاپنی در واقع علاوه استتیک و زیبایی تلفیقی از دو تا مجموعه قبلیم، یعنی من اون طبیعتا رو که کار کرده بودم توش یه نورایی هست یا حتی اون نورا هست شد، یعنی ما نور موضعی دیگه جایی نداریم، تصویر خیلی تخته. اون تاریکی مجموعه فریلند با اون تخت بودن مجموعه شهر استتیکم چون تو اون سالا برای تغییر کرده بود رسید به مجموعه ژاپن. خب عکسای من خیلی تیره و تاریک بود، بعد تازه فهمیدم که تو فرهنگ ژاپنی اصلا این تیرگیه خیلی مورد توجه واقع میشه، این تاریکی یه چیزی که بهش ارزش میدن، به رنگ سیاه یه ارزشی میدن. حتی یه لغتی دارن واسه این حالته که تاریکی و حالت رمزآلود بودن و میرسونه به اسم یوگن، که در واقع تعریف خیلی دقیقی نداره ولی یه احساسیه که مثلا ممکنه یه نفر یه شعر هایکوی بخونه و بعد بگه این حس یوگن به من میده، که اتفاقا نویسنده ژاپنی نوشته بود یوگن مثل حس کسی میمونه که وارد یک جنگلی میشه بدون اینکه هیچ فکری بکنه واسه بازگشت از اون جنگل. و خب این مثلا این جمله من به طرز خیلی اتفاقی مثلا سال 2002 که من مجموعه سرزمین پریانمو کار کردم آخرای استیتمنتم تقریبا هم چیزی آوردم که ما انتظار یه معجزه ای داریم یا این معجزه اتفاق میفته یا ما به خواب ابدی فرو میریم اینجا. برای همین بیشتر تحقیق کردم و دیدم که نه اصلا تاریکی واقعا یه چیزیه، مثلا حتی تو خونه های ژاپنی تابلوهای نقاشیشون رو زمان قدیم جایی میزدن تو خونه که اصلا نور روش نیست،
مثلا اینکه مشکلات من تو کار ارائه کارم اینه که چون خیلی تیره است، خب همیشه هر کی میخواد کار منو ببینه مجبور جا به جاشه. خب این واسه من خیلی جذاب بود که چقدر جالبه که مثلا یه جایی اینو کار مخصوصا انجام میدن، یعنی یه تابلوی نقاشی یه جایی قرار میدن با نور شمع کم و شما به عنوان بیننده و اینکه بفهمی اون چیه مجبوری ساعت ها وایسی و نگاه کنی. ایده تلفیق موسیقی دو ملت مختلف جذابه. مثلا اینکه موسیقی ایرانی با موسیقی جاز چطوری میتونه تلفیق بشه، یا بداهه‌نوازی جاز با بداهه‌نوازی تو موسیقی ایرانی چه ارتباطی داره. چند هفته پیش آرشید آذرین پیانیست جاز اینجا تو لندن کنسرت داشت. من به دیدن کنسرت رفتم و فرصت شد تا درباره کارش باهاش گپ بزنم. از سن 9 سالگی می‌خواستم طراحی قلب بخونم، طراحی قلب شدم و از همون موقع پیانو رو شروع کردم. کلاً یه طوری این موضوع انتخاب سخت از بچگی شروع شد و همینطور ادامه پیدا کرد بعضی وقتا، ولی به مرور دیدم که وقتی یکی رو ول می‌کنم اون یکی هم به اون خوبی انجام نمیدم و به هم کمک می‌کنن که خودم ارگانایز کنم توی اون یکی کار. آلبوم هفت جان شما که توی فرانسه منتشر شده داره به زودی در تهران منتشر میشه. این آلبوم چه مجموعه کارهاییه؟ راستش تو فرانسه دو تا آلبوم در اومده بود، یکیش پیانو سولو بود، یعنی پیانوی خالی بود که به نام پرشن سکچیز بود، و دومیش با هم نوازای دیگه بودیم به صورت تریو و چند تا خواننده به نام هفت جان. آلبومی که تو ایران در میاد هفت جانه ولی پیانو سولوه، یعنی یه چیزی بین این دوتا کاراست از لحاظ آهنگسازی و اینا، و به هفت جانی که تو فرانسه داره آمده همچین ربطی نداره. به عنوان پیانیست سبک جاز آیا میشه صحبت از سبک شخصی کرد؟ راستش از وقتی پزشکی رو شروع کردم من یهو از کلاسیک رفتم تو جاز، چون قبلش خیلی بیشتر پیانیست کلاسیک بودم و پدرم همیشه میگفتش جازو که همه میزنن سعی کن یه چیزای ایرانی بیادی توش. منم خب اون موقع زیاد حرفشو گوش نمیدم چون پدرم بود، ولی بعد یواش یواش مخصوصا بعد از اینکه فوت کردن شروع کردم یکم این جازو بیشتر و بیشتر وارد طرز نواختن و زدنم کردن از خیلی وقت پیش، و یواش یواش جای خودشو پیدا کرد و شروع کرد بین جمله های خیلی سخت جاز و ملودیای ایرانی که به صورت خیلی طبیعی از داخل خود آدم میاد بیرون، چون آدم از بچگی اینا رو همه رو گوش داده و اینا هیچ زوری نباید بزنه، همینطوری خودش رو ابراز میکنه و بعد یواش یواش آدم هی آشناتر و آشناتر میشه. بعد منم یه انگیزه شد که بدم بیشتر بگردم، بیشتر موسیقی ایرانی رو گوش بدم و بهش آشنا بشم. چه شباهتهایی وجود داره بین بداهه‌نوازی در موسیقی ایرانی و بداهه‌نوازی توی موسیقی جازی که شما کار میکنی؟ درست شباهتهای بسیاری داره، مخصوصا توی موسیقی فالک ایرانی خیلی بازتر بداهه‌نوازی ها و خیلی همنوازا به واقعا همنوازی میکنه، یعنی گوش میدن طرفشون چی داره میزنه و نسبت به اون یه خلاقیتی نشون میدن و یه جمله دیگه میزنن یا طور دیگه میزنن. تمام زیبایی با هم زدن همینه، اینه که آدم با هم همنوازی کنه و در لحظه موسیقی رو حتی عوض بکنه، و جاز هم کاملا همین چیزه. چه چیز موسیقی جاز جذبت کرده؟ آزادی که تو جاز هستش،
خلاقیتی که توی جاز هستش و خلاقیتی که شما هر آن باید با موزیسین‌های دیگه دوباره در خطر بندازینش برای اینکه یه خلاقیت جدیدی ایجاد بکنین، بدون ترس اینکه ممکنه لحظه بعدی یه خرابکاری خیلی گنده‌ای بکنین یا نه، خب خیلی هیجان داره. چون تو بدایه نوازی جاز خیلی قانونای زیادی هستش و تسلط زیادی روی تئوری‌های موسیقی داشته باشین، مثلا تئوری جاز، بر همین بدایه نوازیش الکی زدن نیستش، خیلی قوانین زیادی داره. ولی جالبش اینه که حتی اگه نوتتون اشتباه بیاد، همون آن باید خودتون فکر کنین که چطوری این جریان رو جمعش کنین و این جمع کردنش تمام شیرینی جاز رو به وجود میاره.